بررسی وضعیت اشرف در پارلمان کانادا. کمیته خارجی پارلمان کانادا بر اساس لایحه حفاظت از ساکنان اشرف، مصوب سوکومسیون حقوق بشر، از دولت کانادا خواست از دولت عراق بخواهد که ضرب العجل را تا زمانی که ملل متحد پروسه تایید پناهندگی ساکنان اشرف را به اتمام برساند تمدید کند و همچنین از دولت کانادا خواست که خواستار قطعنامه‌ای در سازمان ملل شود تا یک نیروی حفاظت کننده در کمپ مستقر کند. در قسمتی از اجلاس کمیته خارجی پارلمان کانادا، فرمانده نیروهای حفاظتی اشرف، سرهنگ وسلی مارتین به ادای شهادت پرداخت و به سوالات نمایندگان پارلمان کانادا پاسخ داد. And a lot of it has been to please Iran, and I've yet to figure out why our State Department is so determined to please Iran. But they're doing it continually. And any rumor that Iran tells about the MEK is accepted as a fact. فعالیت‌های اشرف نشانان در داخل و خارج کشور در حمایت از مجاهدان اشرف. اشرف یورید اسقاط و نظام شعاری است که جوانان انقلابی تهران با نصب پلاکاردی در اتوبان مدرس تهران ارادی اشرف نشان سرنگونی نظام آخوندی را به وسیله آن نشان داد. با وجود شرایط بسیار بد جوی و طوفان و باران و سرمای شدید، 238مین روز تحصن ایرانیان آزاده و حامیان اشرف در ژنو با تشکیل یک زنجیری انسانی که از مقابل مقر کمیساریای عالی حقوق بشر تا مقر کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد امتداد داشت برگزار شد. در همین حال اکسیون‌های متعددی در سایر کشورها علیه ضرب العجل مالکی و حمایت از حفاظت مجاهدان اشرف صورت گرفت. In case C-2709, the French Republic against the People's Mujahideen Organization of Iran, the Council of the European Union, and the European Commission, the Court by its Grand Chamber hereby 1. Dismisses the appeal. 2. Orders the French Republic to pay the costs. مردود شناخته شدن فرجامخواهی دولت فرانسه توسط دیوان عدالت اروپا. 13 قاضی دیوان عدالت اروپا، عالی‌ترین مرجع قضایی اروپایی، با صدور یک حکم تاریخی، فرجامخواهی دولت فرانسه را از حکم دادگاه عدالت اروپا مبنی بر لغو لیست‌گذاری مجاهدین قاطعانه مردود اعلام کردند. دیوان عدالت اروپا همچنین دولت فرانسه را به پرداخت هزینه ها محکوم کرد. دولت فرانسه تنها عضو اتحادیه اروپا بود که از حکم دادگاه عدالت اروپا فرجام خواست و به سختی شکست خورد. در همین رابطه رئیس جمهور برگزیده مقاومت طی پیامی حکم تاریخی دیوان عدالت اروپا را که گواه حقانیت و مشروعیت مقاومت مردم ایران برای آزادی است
تهنیت گفت. خانم مریم رجبی افسود: احکام دیوان و دادگاه عدالت اروپا و سلسله احکام دادگاه های کشوری از فرانسه و انگلستان و آلمان و سوئیس تا دادگاه استیناف واشنگتن در آمریکا نشان می دهد که در پشت برچسب ها علیه مقاومت ایران چیزی جز مماشات با فاشیسم دینی و همدستی در سرکوب مردم و مقاومت ایران وجود ندارد. گسترش حمایت جریان‌ها و شخصیت‌های آزادی‌خواه عراقی و عرب از اشرف. حمایت 3000 وکیل و حقوقدان عرب از مجاهدان اشرف. 3000 وکیل و حقوقدان از کشورهای عربی به حفاظت بین‌المللی از مجاهدان اشرف و لغو ضرب الاجل فراخوان دادند و اعلام کردند که پناهندگی عموم ساکنان اشرف از جانب کمیساریای عالی پناهندگان باید باز تایید شود و اتحادیه عرب باید در این پرونده انسانی دخالت کند و از دولت عراق بخواهد ضرب الاجل را لغو نماید. این خبر در رسانه‌های خبری عراق و سایر کشورهای عربی انعکاس گسترده‌ای داشت. تلویزیون شرقی کرئیس وزراء و مساعدیه و مستشاری و للاسف شدید جمیعا اجندتهم خارجیه اقلیمیه و یا خدمت و اهداف و اغراض و مخططات نظام الملالی و ما یسعون له للعراق. دکتر ظافر علانی از رهبران العراقیه گفت یورش ها و اقدامات سرکوبگرانه نوری مالکی علیه مردم دیالی دستورات شناخته شده رژیم ایران است، به خصوص که دیالی همسایه ایران است و قرارگاه اشرف در این استان است که دولت مالکی خط و خطوط تهران علیه آن را اعمال می کند. در همین حال حیدر ملا سخنگوی العراقیه موضع‌گیری های العراقی علیه رژیم ایران و در حمایت از مجاهدان اشرف را مایه شرف و افتخار دانست. تشدید طرد و انزوای رژیم و محکومیت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی بیشتر. طی هفته گذشته 58مین قطعنامه محکومیت رژیم در مجمع عمومی ملل متحد به خاطر نقض حقوق بشر تصویب شد و 89 کشور به قطعنامه محکومیت دیکتاتوری آخوندی رأی مثبت دادند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی ضمن تبریک محکومیت رژیم آخوندی گفت صدور 58 قطعنامه محکومیت علیه جنایات ضد بشری رژیم قاصب ولایت فقیه و رأی امروز عالی ترین مرجع جهانی یعنی مجمع عمومی ملل متحد بیانگر تأیید و گواهی قاطع بشریت معاصر بر حقانیت مقاومت مردم ایران در برابر فاشیسم مذهبی برای نیل به آزادی و حاکمیت مردم است. این رأی بین المللی همچنین هر گونه مماشات و کمک رسانی به تداوم سلطه این رژیم ضد انسانی را مردود و محکوم می شناسد. این قطعنامه با یادآوری قطعنامه های قبلی محکومیت رژیم ایران در مجمع عمومی ملل متحد رژیم را به عنوان ناقض مکرر و مداوم حقوق بشر محکوم کرد. این قطعنامه به شکنجه و بیرحمی، رفتار غیر انسانی یا تحقیرآمیز یا مجازات به عنوان نقض جدی و مکرر حقوق بشر در ایران اشاره می کند. این قطعنامه همچنین نابرابری و خشونت علیه زنان و تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی را خاطر نشان می‌کند.